این برنامه با همکاری تلویزیون معراج و انستیتیوت علوم سیحی میلاد نور راه گشای مسیر تعالی برای شما تقدیم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و مهر خدمت همه عزیزانی که همین اکنون شنونده و بیننده برنامه طبیبان از رادیو تلویزیون معراج هستند. آرزو دارم که سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. عزیزان، برنامه طبیبان در این برنامه قرار هست در رابطه به یکی دیگر از انواع بیماری های شایع و از جمله اختلالاتی که افراد زیادی از جامعه درگیر ساخته بحث و گفتگو داشته باشیم. موضوع و عنوان برنامه امروز ما در رابطه به هایپرتنشن یا فشار خون بالا هست و از آنجایی که می دانید فشار خون بالا یا هایپرتنشن از جمله بیماری هایی هست که مشکلات جدی سلامتی نزد افراد ایجاد می کنه، از جمله مشکلات قلبی، مشکلات عصبی، مشکلات کلیه‌ای و سایر مشکلات. کنترل، ارزیابی و بررسی فشار خون در نزد هر انسان باعث میشه که پیشگیری و جلوگیری صورت بگیره از ابتلا شدن به انواع بیماری ها و در حفظ سلامت بدن انسان حائز اهمیت است. بنابراین در این برنامه طبیبان خواستیم تا با یکی از بهترین و ورزیده ترین دکترانمان در مورد بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن خدمت شما عزیزان معلومات مفید و جامعی پیشکش نماییم. بنابراین قبل از اصل برنامه و قبل از این که به موضوع برنامه بپردازیم، ویدیو کلیپی که همکاران بخش تکنیکی ما در رابطه به بیوگرافی و یا زندگی نامه مهمان عزیز برنامه طبیبان آماده و تهیه نمودن خدمت شما عزیزان تقدیم می‌گردد. بعد از مشاهده کلیپ با شما عزیزان خواهیم بود. دکتر رفیع احمد ملکیار، فرزند محمد احسان ملکیار، در سال 1377 هجری شمسی در ناحیه ششم ولایت هرات به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی به دوره متوسطه را در لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری گذراند و در سال 1394 با نمرات بالا در کانکور وارد فاکولته طب معالجوی پوهنتون هرات شد. دکتر رفیع احمد به عنوان اول نمره از فاکولته طب هرات فارغ گردید و پس از فراغت در امتحان جواز فعالیت شورای طبی افغانستان NMLE نیز به درجه اول در حوزه جنوب غرب کشور موفق شد. وی همچنین در کنفرانس های علمی تحقیقاتی در سراسر افغانستان شرکت کرده و در زمینه فعالیت های مدنی ولایت هرات نیز فعالیت داشته است. دکتر ملکیار چندین سمینار علمی را در سطح ولایت هرات ارائه داده و به عنوان استاد در فاکولته طب پوهنتون هرات و نهادهای تحصیلی خصوصی در ولایت هرات خدمت کرده است. همچنین وی دارای مدرک ماستر از فاکولته طب و به عنوان یک دکتر داخلی عمومی MD و معالج امراض داخلی عمومی در حوزه پزشکی فعالیت می کند. بیننده های عزیز، درود مجدد خدمت همه شما خوبان. در استودیو خوشبختانه با ما جناب دکتر صاحب رفیع احمد ملکیار خوشبختانه حضور دارن. عرض خیر مقدم داریم خدمت جناب دکتر صاحب بزرگوار. سلام و درود خدمت شما، بسیار خوش آمدین به طبیبان. سلامت باشیم جناب دوستان آید دانشمند و عزیز ما. من عرض سلام ارادت دارم خدمت شما و همچنین مخاطبین عزیزی که ما را از پرده تلویزیون زیبای معراج مشاهده میکنن. انشالله که به هر جا هستن لباس و عافیت به تن داشته باشن. ممنون از شما، امیدواریم که شما هم سالم و تندرست باشین جناب دکتر سه بزرگوار. همانطور که قبلا عرض کردیم جناب دکتر سه محترم، در رابطه به فشار خون بالا یا هایپرتنشن قرار هست برای اشتراک کننده های عزیز و همچنین برای بیننده های عزیز ما معلوماتی از جانب شما داشته باشیم و ارائه نماییم. بنابراین خیلی خوب میشه که ابتدا قبل از اینکه بریم سر اختلالات و بحث انواع و راهکارهای عوامل مختلفی که سبب ایجاد فشار خون میشن، ابتدا تعریفی داشته باشین و بحث خود امروز از تعریف خود فشار خون شروع میکنیم. خب
به نام خدا، طبق شما عرض کردین، هایپرتنشن یک موضوع کلینیکی خیلی عمده برای اکثریت جامعه در معرض خطر، خصوصا جامعه رو به انکشاف و همچنین جامعه انکشاف یافته میتونه باشه که مرتبط به سبک زندگی می باشه که عموماً رژیم غذایی وقتی که ورزش و فعالیت فیزیکی درست در نظر گرفته نشه ایجاد میشه. قبل از اینکه بفرمودید شما ما شما راجع به هایپرتنشن بحث کنیم، بحث داریم ما شما راجع به بلد پرشر یا فشار خون. میفهمین که حجرات و انساج بدن ما شما برای از اینکه عمل کرد و فعالیت منظم داشته باشن، اینا نیاز به یک جریان خون خیلی منظم و خیلی واضح دارن. یعنی باید فعالیت از اینا تحت تاثیر یک جریان خون منظم صورت بگیره. برای انتقال خون به داخل اعضا و داخل ارگان ها، برای فعالیت با عمل کرد منظم از اینا، ما شما به یک سیستم نیاز داریم به اسم کاردیوواسکولار سیستم یا سیستم قلبی و آیی. یعنی در حقیقت خون مورد نیاز بدن ما شما توسط یک ارگان به اسم پمپاژ اصلی یا مرکزی بدن یا قلب به داخل آوی پمپ میشه، به آویه خون میرسونه به داخل چی؟ اعضا. و توسط خون به اکسیژن و مواد غذایی که از طریق غذی سیستم و ارگان ها میرسه، ارگان ها عمل کرده خود رو چکار میکنن؟ انجام میدن. حالا برای عمل کرده درستر ارگان ها، خون باید تحت یک فشار منظم و مناسب به داخل آویه پمپ بشه که این پمپاژ خون تحت یک فشار توسط قلب صورت میگیره که میر اصطلاحا ما شما عنوان داریم اسم بلد پرشر یا فشار خون. بسیار صحیح. افراد جامعه به مشکلات فشار خون حالا یا حالات افزایش یا کاهش از او درگیر هستن، میشه که برای بیننده های عزیز ما به زبان ساده بگین که فشار خون نرمال چیست جناب دکتر صدر؟ بله، قبل از اینکه رابطه با هایپرتنشن ما شما صحبت بکنیم، اول باید رنج یا محدودی نرمال فشار بفهمیم. دوستایی که اصطلاح فشار خون شنیدم شاید حتما نسبت 120/80 برای اکثریت آشنا باشه. رنج یا محدوده یا نسبت یا تناسب نرمال فشار خون 120/80 میباشه. یعنی برای عمل کردن نرمال بدن نباید فشار ازی بالاتر باشه، نباید فشار ازی چی باشه؟ پایین‌تر باشه. چرا میگن فشار خون نرمال؟ چون اعضا خود خود با همین فشار چیکار کردن؟ تناسب یا تطابق دادن. اگر حالت داشته باشیم که 120 فشار بالاتر باشه، اصطلاحا میگیم به اسم هایپرتنشن که موضوع کلینیکی اصلی و عمده موضوع میتونه باشه و اکثریت اختلالات هم میتونه سبب بشه. اما اگر رنج فشار از 120 پایین تر باشه، باز اصطلاحا میگن چی؟ هایپوتنشن. حالا برای از اینکه ما شما کم ساده تر به شیمای ساده تر فشار خون بیان بکنیم، میتونیم ما شما ساختار قلب به ساختار اویر بنان یک پمپ مثال بدیم. فرض کنیم ما شما یک پمپ آب داشته باشیم، به یک پیپ آب داشته باشیم که آب رو به داخل یک حجره یا به داخل یک نس یا به داخل یک باغچه فرزن انتقال میده. این پمپ باید تحت یک فشار مناسب باز بشه، عملکرد بکنه و این فشاری که توسط پمپ تولید میشه، خون و اوه که ما شما مثال شیماتیک میگیم به داخل پمپ انتقال بده و پمپ هم به یک حجره انتقال بده. حالا اگر این پمپ بیش از حد فعالیت عملکرد داشته باشه، فشار از بالا باشه، متناسبا خودش رو میفهمه که به مسیر آوی و به مسیر رگ و به مسیر پمپ میتونه یک رپچر یا پارگی ایجاد بشه. و اگر این فشار پایین تر بشه، متناسبا خون یا آبی که ما شما شیماتیک مثال دادیم به داخل پمپ انتقال پیدا کرده نمیتونه و نسج از اثر کمخونی یا کمرسی یا کم بودن پرفیوژن خون با مشکلات و تفاوت ها متفاوت میتونه همراه باشه. بسیار عالی جناب دکتر سیبی. خب فشار نرمال خون بود که توضیح دادین، ممنون از شما. میشه که در رابطه به فشار خون بالا باز تعریفی داشته باشین و خلاصه بگین که فشار خون بالا به چی حالتی گفته میشه؟ بله، وقتی که ما شما نسبت نرمال گفتیم 120/80، خب خیلی ساده میتونیم تعریف کنیم که هرگاه فشار خون هست 120/80 بلندتر باشه میشه هایپرتنشن یا فشار خون چی؟ بالا. بسیار عالی. بعد در رابطه به درجه بندی انواع فشارهایی که نزد افراد ایجاد میشه، سطح نرمال یا درجه نرمال 120/80 برای همگی واضح است که در حالت نرمال فشار خون همی ترتیبه و اگر مثلا حالات افزایشی داشته باشه ما به او حالت هایپرتنشن یا فشار خون بالا میگیم. بعد از جمله انواع درجات مختلف یا مراحل مختلف خود فشار خون میتونین برای ما توضیح بدین جناب؟ تشکر یک جان از سوال خیلی نیک و به جای شما. هایپرتنشن وقتی که ما شما صحبت میکنیم از 120/80 فشار خون بالا باشه خوبی میشه هایپرتنشن، اما نظر به عوارض کلینیکی و نظر به شدت بلند بودن فشار ما اینا رو به چند استیج تقسیم بندی میکنیم. اگر فشار خون از 120 تا 139 درجه برسه، 120 تا 139 این حالت از لحاظ کلینیکی به اسم پره های یاد میکنن یا پره هایپرتنشن. بس میشون میکنن پری هایپرتنشن، حالت مقدم کلینیکی. اما وقتی که از فشار از 140 میلی متر ستون سیما بالاتر بره تا 160،
این حالت استیج ابتدایی یا استیج اول فشار خون بالا یاد میکنه و از 160 تا 179 حالت به اسم استیج دوم فشار خون بالا یاد میکنن. وقتی که فشار خون از 180 میلی متر ستون سیماب بالاتر بره، این حالت به اسم هایپرتنسیو کریسیس یا فرط فشار خون بحرانی یاد میشه که همزمان فشار خون دیاستولیک هم به ترتیب تا درجه آخر میتونه از 120 بالاتر بره. یعنی 180 بر 110 الی 120 میتونه هایپرتنسیو کریسیس معرفی بشه که میره به سمت اختلالات کلینیکی و میره به سمت کلینیکال منفستیشن های هایپرتنشن. خیلی عالی. میشه که در رابطه به انواع فاکتورهایی که سبب ایجاد فشار بالای خون نزد افراد میشه برای ما معلومات بدین جناب؟ بله، حالا که ما شما راجع به هایپرتنشن فهمیدیم، باید بفهمیم که دو فاکتور رو از این میتونه تاثیر داشته باشه. ما از لحاظ کلینیکی و از لحاظ طبی فاکتورهایی که روی فشار خون میتونه تاثیر داشته باشه اینا رو به دو گروه خیلی عمده تقسیم بندی میکنیم. فاکتورهایی داریم به اسم فاکتورهای مودیفایبل یا فاکتورهای قابل چینج که ما میتونیم اونا رو تغییر بدیم و فشار خون خود کنترل کنیم و نگذاریم بالا بره، و فاکتورهایی داریم به اسم فاکتورهای نان مودیفایبل یا غیر قابل چینج که ما شما اونا نمیتونیم تغییر بدیم و درنچ خامخا فشار خون میتونه به نزد اشخاص بالا بره. فاکتورهای قابل تغییر که میتونه کنترل بشه و فشار خون میتونه بالا ببره، ولی ما اونا رو با تحت تاثیر قرار دادن و کنترل کردن میتونیم رنج فشار خون به محدوده مناسب حفظ کنیم. یک مسئله خیلی شایعه که اکثرا به جامعه هم پیش رفته هم رو به انکشاف مثلا زیاد شایع میتونه باشه، بحث هایپرگلیسیمی یا دیابت یا مرض قند خون یا همون مرض شکر خون بالا میتونه باشه که یک فاکتور ریسک خیلی عمده برای فشار خون یا هایپرتنشن میتونه باشه. دیگه بحث هایپرلیپیدمیا یا اصطلاحا چربی خون بالا یا کسایی که مثلا سطح وزن از اون میتونه بالا باشه، بی ام آی میتونه بالا باشه، چاق میتونن باشن، به صورت کسایی که سبک زندگی غیر متحرک دارن، فعالیت فیزیکی اصلا نمیکنن یا فعالیت فیزیکی به محدوده خیلی اندکی دارن که میرن به سمت اضافه وزن، و کسایی که در رژیم غذایی خود تناسب خیلی مراعات نمیکنن. این فاکتورهایی که میتونه باعث افزایش فشار خون بشه و در این حال قابل کنترل هم برای مریض میتونه باشه، یعنی ما اگه اون رو کنترل بکنیم میتونه که فشار چیکار بشه به حدود نرمال بر بگرده. اما فاکتورهایی که غیر قابل کنترل هست میتونه شامل 4 فاکتور باشه. یکی مسئله سن میتونه باشه، خود چون به جیران هستیم و دوستان مخاطبان میتونن به جیران باشن که هر قدر سن بالا بره بنابر تغییرات آناتومیکی که به قلب اوی ایجاد میشه فشار خون میتونه بره بالا. بحث جنس یا بحث اما جندره که فشار خون نزد جنس مذکر اکثرا میتونه بالا باشه. بحث نژاده که فشار خون نزد بعضی از نژادها مثلا نژاد سیاه‌پوستا میتونه بالاتر باشه، و بحث سن که گفتیم هر قدر سن بالاتر بره اینا میتونه باعث فشار خون بالا باشه. حالا این مثالی که ابتدا بحث کردیم میتونه قابل کنترل باشه، هم مثالی که در ثانی بحث کردیم اینا قابل کنترل چی نیان، و با تفاوت‌ها از اینا که وقتی که مریض بفهمه و دکتر بتونه راجع به بعضی تعلیمات صحیح به مریض انتقال بده میتونه کمی واضح‌تر و منظم‌تر بره مریض فشار خون توضیح بده و قابل کنترل. جناب دکتر سپهبزرگوار، حالا فرض کنین فرد مصاب به یکی از حالات فشار خون بالا هست، اعراض و علائم یا نشانه های مشخصه این بیماری نزد افراد چی هست؟ بله، خیلی خوب. وقتی که گفتیم جریان خون به انساج نرمال باشه و اویه تحت تاثیر یک جریان خون مناسب عمل کرد داره، خب متناسبا وقتی که جریان خون یا فشار خون پایین‌تر هم بیای از خود تو اعراض نشون میده به نظر میریز، جریان خون یا فشار وقتی که بالاتر هم بره مشخصا از خود اعراض و اما اختلالات کلینیکی میتونه به جا بگذاره. هایپرتنشن میتونه به صورت سیستمیک از کل بدن تحت تاثیر کاملا واضح بگذاره، مثلا به قسمت سیستم عصبی میتونه هایپرتنشن یا فشار خون بالا جدار اویر کش بده، کلان بکنه و اویر کشش یا استرس رفلکس ایجاد بکنه که باعث سردردی های خیلی شدید به نزد مریضا بشه، خصوصا سردردی های صبحانه که از به قسمت نایی پشتی یا قفوی یا اصلا پشت سر که از لحاظ طبی سب اکسیپیتال گفته میشه به جونای سردرد خیلی واضحه بده که از طرف صبح زیاد دیده میشه. بعد فشار خون میتونه بر روی سیستم بینایی تاثیر خیلی واضح داشته باشه، اکثریت کسایی که فشار خون بالا دارن یا هایپرتنشن بزونه رخ میده از تاری دید شکایت میکنن، از مسئله تاریکی دید شکایت میکنن. بس به سیستم قلبی میتونه واسه درد صدری باشه، واسه درد قلبی باشه، بس به سیستم تنفسی میتونه تا واسه نفستنگی اینا میتونه باشه. اینا اعراض علائم خیلی واضحه هایپرتنشن میتونه به نظر میزایی که از اختلال رنج میبرند باشه. ممنون از شما. بله بیننده های نهایت عزیز، تا این دم تماشا کردید و موضوعاتی که جناب دکتر صاحب در رابطه به فشار خون بالا خدمت شما عزیزان عرض کردن، از جمله تعریف، انواع و همچنین راه های تشخیص از او. بعد از وقفه کوتاه میخواییم در رابطه به راهکارهای تداوی و وقایوی بیماری هایپرتنشن یا فشار خون بالا خدمت شما عزیزان معلومات ارائه کنیم. با ما همراه باشید.
درود مجدد خدمت همه شما بیننده های نهایت عزیز، با شما هستیم با ادامه برنامه طبیبان و عنوان و موضوع برنامه در رابطه با هایپرتنشن یا فشار خون بالا هست. مواردی قبل از وقفه جناب دکتر صاحب در رابطه به بیماری گفتن و حالا میپردازیم به نحوه یا راهکارهای تداوی و همچنین راه های جلوگیری از این بیماری. جناب دکتر صاحب بزرگوار، میشه که برای ما بگین که چه راه های دوایی وجود داره برای تداوی بیماری هایپرتنشن؟ یعنی منظور ما این هست که تنها راه های دوایی وجود داره یا نه غیر دوایی هم وجود داره؟ بله، برای کنترل هایپرتنشن ما شما دو راهکار خلامده داریم، یک راهکارها یا تداوی های دوایی داریم و همچنین راهکارها یا تداوی غیر دوایی. ابتدا تداوی غیر دوایی که برای اکثریت قابل دسترس میتونه باشه، خیلی ساده از رو فکتورها ریسک تعریف میشه. مثلا ما گفتیم وقتی که رژیم غذایی چربی بالایی داشته باشه میتونه باعث هایپرتنشن و بندش رگ بشه. حالا با کنترل رژیم غذایی که چربی خون خیلی فوق العاده پایین داشته باشه میتونیم فشار خون کنترل کنیم. دیگه بحث سیگار کشیدن میتونه باعث افزایش فشار خون بشه چون نیکوتین بالایی داره. حالا قطع سیگارت میتونه باعث کاهش فشار خون بشه. مسئله الکل میتونه فشار خون بالا ببره. قطع الکل میتونه فشار خون تنظیم کنه. مسئله سدیم یا نمک که به مقدار زیاد یا زیاده از حد که به داخل غذا میتونه استفاده بشه واسه افزایش فشار میشه. حالا قطع از یا محدود کردن از میتونه فشار خون تنظیم کنه. گفتیم سبک زندگی غیر متحرک یا همون حالت اضافه وزنی که به علت کمبود تحرک ایجاد میشه میتونه باعث افزایش فشار خون و چاقی بشه. حالا سبک زندگی یا لایف استایل متحرک و ورزش کردن و فعالیت فیزیکی متداوم و منظم میتونه فشار خون از طریق کاهش وزن کاهش بده. حالا اینا میشه راهکارهای غیر دوایی و راهکارهای خیلی ساده، اما راهکارهای دوایی هم میتونه استفاده بشه. تداوی خاص و خاندانا دوایی مشخصی داریم برای فشار خون و کنترل از اون. دوایی داریم مثل دواهای بتا بلاکر که شامل اتنولول، متاپرولول، تیمولول، اسمولول، نادولول و دیگه دوا میتونه باشه. دوایی داریم مثل کلسیم چینل بلاکر شامل نیفیدیپین، امیلودیپین، تگلودیپین، دلتیازم، وراپامیل که میتونه تحت نظر متخصص داده بشه. دوایی داریم که قطر ویر میتونه کلون بکنه و فشار خون میتونه تنظیم بکنه، مثل SEN inhibitor گفته میشه، سالن شامل کپتوپرل، انالاپرل، فوزینوپرل، کناپرل. دوایی داریم که ARBS یا angiotensin receptor blocker substances گفته میشه، شامل لوزارتان، کاندسارتان. اینا دوایی میتونه که برای هایپرتنشن یا فشار خون برای کنترل از اینا مورد استفاده قرار بگیره. در مراحل مختلف بیماری فکر کنم انواع دواهایی که نام بردین جناب دکتر صاحب بزرگوار مورد استفاده قرار میگیره، نه؟ چون قبلا شما گفتین که انواع مختلفی داره و درجه بندی های مختلفی داره و بعد برای بیننده های عزیز این مهم است که افرادی که اگر در خانه ها یا در محیط های مختلف مبتلا به فشار خون هستن، باید اگر حالات وخیمتر به بیماری دچار هستن باید برای دکتر معالج حتما مراجعه کنن و دوای سر به خود استفاده نکنن انشالله. جناب دکتر صاحب بزرگوار، پیشتر در رابطه به اصطلاح به نام تحرک یادآوری کردین. آیا تحرک و فعالیت‌های روزمره ما و شما چه تأثیراتی میتونه داشته باشه برای فشار خون بالا؟ بله، 100%. فشار خون بالا، هایپرتنشن و امراض قلبی اصطلاحاً جدیداً به اسم امراض سبک زندگی مدرن یاد میکنن. و سابق اگه شما به جریان باشن همگی مخاطبین عزیز، ای بود که اکثریت امراضی که به سابق وجودش مسائل مثل توبرکولوز و امراض انتینی بیشتر مطرح بود و فعالیت ها مردم سابق بیشتر سبک زندگی از اون متحرک بود، از این خاطر خیلی کمتر اصطلاح هایپرتنشن به گوش میخورد. اما فعلا چون سبک زندگی که بیشتر غیر متحرک شده و بیشتر مردم آسوده طلب شدن، بیشتر رفتن به سمت اضافه وزن، رفتن به سمت رژیم غذایی پر کالوری و باعث افزایش وزن و افزایش چاقی شده و چاقی خب مسلماً جدار رگ بند میکنه و باعث افزایش فشار خون میشه. حالا وقتی که نفر وزن خود رو کنترل بکنه، فعالیت فیزیک منظم روزانه 20 الی 30 دقیقه، ورزش منظم و فعالیت فیزیک منظم الان تفاوت نمیکنه. میتونه پیاده روی باشه، میتونه ورزش های شنا باشه، میتونه هر ورزش باشه، فقط فعالیت فیزیکی و کنترل وزن باشه میتونه دایرکت رو فشار خون تاثیر بکنه، فشار خون به حد مناسب نگه. پس ورزش یکی از بهترین نکات برای کنترل فشار خون، خصوصا افرادی که دارای فشار خون بالا هستن. جناب دکتر صاحب بزرگوار، میشه که در رابطه به افرادی بگین برای ما که کم خونن و ای افراد معمولا فکر کنم بیشتر رنج میبرن از این مسائل، و افرادی که مثلا به کم خونی ها هستن چگونه یه فشار خون در نزد اینها؟ بله، کم خونی یا اصلا انمی زمانی گفته میشه که حجم خون به داخل اویه کمتر از مقدار نرمال باشه. شما میفهمید فشار خون وقتی میتونه ایجاد بشه که حجم خون بالا تحت تاثیر یک پمپ یا فشار بالا به داخل رگ چیکار بکنه؟ انتقال پیدا بکنه. حالا وقتی که حجم خون کم باشه مسلما فشار خون هم نزدیک میجا کمتره
و میرزا انیمیک عمدتاً از هایپوتنشن و کمخونی و خستگی که به علت کمبود اروا یا پرفیوژن اعضای حیاتی میباشه رنج میبره. خیلی عالی. چه راهکارهایی رو شما توصیه میکنین جناب دکتر صاحب برای کنترل این بیماری؟ یعنی مهمترین موضوع بعد از راههای یا قبل از راههای تداوی بگیم بحث کنترل از او هست. چگونه راههای کنترلی وجود داره؟ بله، خیلی ساده میتونیم خودشون بحث بکنیم. این که فشار خونی هایپرتنشن گفتیم، وقتی که گفتیم مریضی مزمنه، پس به سینین بالا بیشتر خودتو ظاهر میکنه. وقتی که ما هایپرتنشن کنترل کنیم و هدف ما و خاصه ما کنترل هایپرتنشن هست، بعد از سینین ابتدایی مریض به فکر از او بشه. حالا اگر سینین ابتدایی مثلا وزن کنترل بشه، سبک زندگی متحرک باشه، رژیم غذایی کم کالری باشه، رژیم غذایی کمتر سدیم داشته باشه و از هم مهمتر فعالیت زیادی داشته باشیم به زندگی خود، میتونیم با آینده ها کمتر به هایپرتنشن مبتلا بشه نفر، مگر اینکه حالا استعداد ابتلای ژنتیکی باشه که خامخا نفر مبتلا میشه. اما اگر ژنتیک نباشه و بحث فاکتورهای محیطی و رژیم غذایی و فعالیت های زندگی غیر متحرک مطرح باشه، میتونه با کنترل رژیم غذایی به حد مناسب و کم کالری که بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات استفاده بشه و در پهلو از سبک زندگی متحرک یا ورزش روزانه منظم، اکثریت امراض به شمول هایپرتنشن و دیگه امراض قلب میتونه که تحت کنترل بیاد. خیلی عالی. میشه که آمار سنینی که مسبب ای بیماری هستن رو بیشتر توضیح بدین؟ من فکر میکنم بیشتر در نزد افراد کاهل یا بزرگسالا اتفاق میفته، و اگر معلومات کافی در زمینه برای ما و بیننده های عزیز در رابطه به این که کدام سنین بیشتر در معرض این خطر هستن، این بیماری هستن، برای ما بگین. بله، در رابطه با هایپرتنشن اولا کتگوری ها سینی که درگیر میکنه بیشتر اشخاص کاهل، اشخاص با سینین بالا یا رنج سینی بالا میتونه باشه. اشخاصی که از 40 45 سال 50 سال بالاتر باشن، چون نزد از اونها ریسک فاکتورها برای تحسس فشار خون زیاده. مثل دیابت به نزد اشخاص مسن مطرح میشه، مثل چربی خون بالا به نزد اشخاص مسن میتونه مطرح بشه، مثل اضافه وزن میتونه به نزد اشخاص مسن اکثرا مطرح بشه. از این خاطر فشار خون به نزد از اشخاص که رنج سینی از اون بالای بیشتر، حالا میتونیم بگیم افرادی که کم سنن، حتی اطفال نوزاد هم میتونن فشار خون بالا داشته باشن، که باز به اونا بحث های هورمونی، بحث های عصبی، بحث های تومورها، بحث های ژنتیک بزنه بیشتر مطرح میشه. پس به صورت خلاصه میتونم بگیم که رنج سینی هایپرتنشن که اشخاص درگیر میکنه، کاتگوری سینی بالا رو درگیر میکنه، در حالی که میتونه کاتگوری سینی پین هم خیلی به فیصدی فوق العاده کمتر مصاب کنه. اتفاق میفته این موضوع. بله، بسیار عالی. جناب دکتر صاحب، آیا میخوایم ایر پرسان بکنم، چون افرادی که فشار خون بالایی دارن خیلی رنج میبرن از این موضوع، خصوصا افراد کاهل و بزرگسال، میخوایم از جانب شما و از طریق شما برای از اونها این پیام رو برسانیم که آیا افرادی که فشار خون بالا دارن زندگی کردن برای از اونها چی حالته داره، یعنی امکان پذیر هست یا نه؟ 100%. خیلی سوال خوب جناب استاد. نه تنها هایپرتنشن، هر مریضی دیگه که به وجود یک شخص باشه میتونه قابل کنترل باشه به یک شخص. زندگی با هایپرتنشن میتونه خیلی ساده باشه، خیلی هم مشکل میتونه باشه. ساده به لحاظ میتونه ساده باشه که قابل کنترل باشه و نفر او تحت کنترل خود رو بیاره. راهکاری که پیشتر گفتم، راهکارهای دوایی و راهکارهای غیر دوایی. حالا اکثرا وقتی که میگیم سبک زندگی مدرن باعث از این امراض شده، پس اکثریت جامعه که ما شما فعلا زندگی میکنیم این مرض هایپرتنشن چی دارن، اما چون قابل کنترله خیلی اعراض علائم واضح نشون نمیده. اما اگر قابل کنترل نباشه مسلما زندگی سخت‌تر میشه، چون هایپرتنشن یا فشار خون بالا ریس فاکتورهای زیادی میتونه باعث تحسس از بشه، باعث سکته قلبی، سکته مغزی، مشکلات چشمی، کوری، مشکلات کلیوی، مشکلات قلبی که شما پیشتر اشاره کردین باعث از اون بشه. پس بستگی به کنترل از داره. اگه درست کنترل بشه میتونه که 100% زندگی خیلی راحت و سالم‌آمیز باشه، و اگر که کنترل نشه بعد منتظر عواقب خیلی بعد بریم بیمار بشیم. بله جناب دکتر صاحب، شما در ابتدا در رابطه به درجه بندی و انواع مختلفی از فشارهای خون و درجات از اونها بحث کردین، میشه برای ما ایر بگین که افرادی که به حالت وخیمی از این بیماری قرار دارن، تداوی عاجل برای از اونها چی توصیه میکنین شما؟ بله، تداوی فشار خون گفتیم دوایی و غیر دوایی. حالا دوایی که شکل فمی و خوراکی استفاده میشه، شکل زرقی. شکل فمی به صورت روتین یا عادی که خواسته باشه نفر فشار خون خود به صورت روزانه زیر کنترل داشته باشه، شکل فمی استفاده میشه. اما به شرایط عاجل و وخیم یا امرجنت
که شخص هایپرتنسیو به کلینیک مراجعه میکنه، بعد دوایی که تطبیق میشه به شکلی چی باشه؟ تزریقی باشه. چون ما شما آنن و عاجلا نیاز داریم که فشار خون تنظیم بشه و کنترل بشه و بیای پین. پس بیشتر به زی حالات عاجل و وخیم زرقی و یا هم حالات وریدی استفاده میشه. اما وقتی که فشار خون کنترل شد و نفر مرخص شد از شفاخانه، برای پروگنوز یا فالوآپ یا تعقیب بعدی از اون میتونه که نفر از تابلت استفاده کنه، از شکل فمی یا خوراکی استفاده کنه. یعنی هدف ای هست که برای در واقع تعاجل از تداوی زرقی بعد استفاده بشه. ممنون و سپاس از شما جناب دکتر. سه بیننده های نهایت گرامی، قسمت اول برنامه خدمت شما خوبان تقدیم گردید. بعد از وقفه کوتاه میپردازیم به قسمت دوم و قرار است اشتراک کننده های نهایت عزیز ما سوالاتی مرتبط به این بیماری از جناب دکتر سه بپرسن. انشالله که این سوالات هم برای شما از آن مفید واقع بشه. با ما همراه باشین در ادامه برنامه. درود مجدد خدمت همه شما بیننده های نهایت گرامی. مجددا خوش آمدید داریم خدمت همه شما خوبان. رسیدیم به قسمت دوم برنامه طبیبان و قرار هست این قسمت اختصاص داده بشه برای سوالاتی که عزیزان اشتراک کننده ما در برنامه حضور دارن. سوالات به ترتیب از ایشان پرسیده میشه، توسط جناب دکتر سبیاد داشت میشه و بعد به جواب آنها خواهیم پرداخت. میشه که داوطلب دوستا کسانی که سوال دارن سیرالی شما برنچین. سلام خدمت جناب دکتر گرامی و بیننده های عزیز. سوال می بید که آیا محیط سرد تاثیر فشار خون نقش داره؟ مثلا محیط سرد باشه یا گرم، یا بعضی اشخاص که به حموم میرن فشار از اینا بالا چی تاثیراتی داره؟ تشکر، خیلی ممنون. جناب دکتر صاحب سوال ان شاء الله یادداشت میکنن. بریم سراغ سوال بعدی. شما جناب دکتر صاحب سوال خود رو مطرح بسازین. سوال بنده اینه که آیا تشویش و نگرانی روی فشار خون یا هایپرتنشن تاثیرات داره یا نه؟ منظور شما استراب هست؟ استراب داره، استراب و نگرانی. بسیار عالی، سوال خیلی خوب و به جایی. بریم سراغ سوال سومی، از شما میپرسیم جناب دکتر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت دکتر صاحب و قدیسی صاحب و بیننده عزیز. سوال اینه که آیا دیابت، کسانی که مرض دیابت دارن فشار خون چی تأثیر داره و چی عرض علائم داره در این فشار خون یا هایپرتنشن؟ ممنون از شما، سوال خیلی خوبی. سوال بعدی را از شما میپرسیم. سلام خدمت شما دکتر صاحب عزیز گرامی و بینندگان گرامی. سوال می بود که مریضان که دچار هایپرتنشن باید همیشه از ادویه ضد هایپرتنشن به صورت مداوم استفاده کنن؟ ممنون از شما. سلام و درود خدمت جناب دکتر صاحب محترم و برنده های عزیز. سوال ما این بود که یعنی امی فشار بالا یعنی می تواند که امی سکته مغزی را وجود بیاره یعنی؟ ممنون از شما. سلام خدمت دکتر صاحب محترم و برنده های عزیز. سوال ما این بود که حالت و ماوار خانوها روی فشار تاثیر داره یا نداره؟ ممنون و سپاسگزار هستیم از اشتراک کنندگان نهایت عزیز ما که در رابطه به بیماری هایپرتنشن یا فشار خون بالا سوالات خیلی خوبی را از جناب دکتر سپ پرسیدن و امکان داره که از لابلای سوالات اینها از جمله سوالاتی باشه که شما بیننده های عزیز نیز در ذهن خود اینا رو حتما داشتین و امیدوارم که با جواب جناب دکتر سپ به پاسخ این سوالات برسیم. جناب دکتر سه بزرگوار، اگر میشه که از شما بشنویم و این سوالات عزیزایی که از شما پرسیدن جواب ارائه داشته باشه. بله، خیلی تشکر از شما جناب مجید صاحب فوق العاده دانشمند و عزیز. دوستان عزیز چند تا سوال فوق العاده جالبی پرسیدن و جالبه که منو جواب بدم و همچنین برای خود شما یک معلوماتی بشه و همچنین برای مخاطب عزیزی که ما شما مشاهده میکنن. دوستان پرسیدن که آیا محیط جغرافیایی هم میتونه بالا فشار خون تاثیر داشته باشه یا هم شرایط جوی میتونه تاثیر داشته باشه، مثل محیط های گرم و محیط های سرد؟ یا گفتن مثلا کسی دوش میگیره یا مثلا سونا استفاده میکنه میتونه روی فشار خون تاثیر داشته باشه؟ بله، محیط های گرم طوری که میفهمین بیشتر باعث عرق میشه و باعث دیهیدریشن میشه، باعث افت مایات میشه و ما شما طوری که میفهمین مایات یک پارت یا بخشی از خون تشکیل میدن، درسته پلازما رو تشکیل میدن. حالا
به اشخاصی که زیاد مایات از این افت بکنه یا مثلا دیادشن بدن یا به علت سونا یا بخار یا هم به علت اسهالات یا استفراغات به هر حالتی که مایات کم بشه نفر میره به سمت دیادشن. دیگه محیط سردی که پرسیدن، محیط سرد اگر زیاد مثلا محیط تغییرات جوی نشون بده و بره به سمت تبرد و به سمت انجماد بره میتونه باعث لخته شدن یا هم کوآگولیشن خون به داخل اویه بشه و به نوبه خود یک ابستراکشن یا انسداد به مسیر رگ ایجاد بکنه واسه فرط فشار خونی یا فشار خون بالا بشه و حتی بره به سمت ایسکمی بره به سمت استروک. امیدوارم فهمیده باشین و رسیده باشین به جواب کنم. بعد دوست عزیز دیگه من یک سوال پرسیدن که آیا استرس و استراب و مسائل تشویش روحی هم میتونه رو فشار خون تاثیر داشته باشه؟ خیلی سوال جالبی بود. ما با بحث کنترل فشار خون یک سیستمی داریم به بدن به اسم سیستم اتونوم داره. به اسم سیستم میشه داریم اتونوم. این سیستم اتونوم شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشه. استراب و استرس و تشویش روحی مستقیما میان یک سیستم عصبی به بدن به اسم سیستم سمپاتیک فعال میکنه که این سمپاتیک در حقیقت شاخه داده قلبه. وقتی که سمپاتیک تحریک بشه شاخه ها از او قلب تحریک میکنن و باعث افزایش ضربان قلب میشه و باعث افزایش فشار خون میشه. حالا تا شاید اکثریت تجربه کرده باشن که مثلا بالاتای استرسی قرار میگیرن، حالا تا تشویش بزن رخ میده، مشکلات روحی رخ میده، بعد ضربان قلب میره بالا، رنگ رخسار تغییر پیدا میکنه، سردرد میشن یا به یک مسئله زیاد فکر میکنن، زیاد تشویش میکنن، همیشه سردرد میشن. این سردردی به علت افزایش فشار خون میتونه باشه. پس میتونه بگیم که دایرکت مستقیم استرس میتونه فشار خون مستقیم بالا ببره که امیدوارم رسیده باشن به جواب. بعد یک دوست عزیز دیگه ما پرسیدن دیابت یا مرض شکر چی تاثیر میتونه داشته باشه رو فشار خون. ببینین دیابت که هست میتونه یک مرض اصل باشه به فشار، یعنی فشار خون از لحاظ ایجادی و از لحاظ تحسس و آنست میتونه زیر شاخه از دیابت باشه. به چی اساس؟ به مرض دیابت از لحاظ میکانیزمی ما شما میفهمیم که هورمونی به اسم انسولین وجود نداره. وقتی که هورمون انسولین وجود نداشته باشه بدن ما شما از قند استفاده کرده نمیتونه. از قند وقتی ما استفاده کرده نتونیم بدن ما شما انرژی خود خور میره از دومین منبع تولید کننده خود استفاده میکنه که میشه چی؟ شم. وقتی که شم تجزیه بشه دیگه مسلمه میره داخل اویر بند میکنه واسه اتروسکلروزز میشه واسه فرط فشار خون میشه. پس ما میتونیم بگیم که دیابتی که کنترل نشده باشه، حالتایی که قند خون بالا باشه میتونه باعث چی بشه؟ هایپرتنشن بشه. اما کسایی که حالا دوای خوراکی میگیرن یا هم تزریقی انسولین استفاده میکنن و دیابت از اون کنترل هست اونا نمیتونه باعث افزایش فشار خون بشه. فقط حالتایی که چی باشه؟ اختلالاتی باشه و گلوکوز زیاد از حد نرمال بلندتر باشه. امیدوارم رسیده باشن. بعد سوال بعدی از دوست عزیز دیگه ما بود به اسم یک اختلاط از هایپرتنشن. گفتن میتونه هایپرتنشن باعث اصطلاح به اسم سکته مغزی بشه؟ بله واضحا میتونه بشه. یکی از اختلالاتی که هایپرتنشن میتونه ایجاد بکنه بحث سکته مغزی بود. حالا چرا سکته ایجاد میشه؟ خود سکته اصطلاحا معنی قطع شدن معنی میده یا توقف جریان خون به صورت موقت به قسمتی از مغز میشه سکته. وقتی که فشار خون داخل اویه یا داخل رگ اصطلاحاً بالا بره به قسمت مکس، فشار خون که بیش از حد بالا بره جدار اویه کش میخوره، کشش میخوره. این فشار خون که از حد نرمال زیادتر بشه اویه به ما قسمت چکار میکنه؟ رپچر میده، پاره میشه. وقتی که اویه رپچر بده یا پاره بشه قسمتی از مکس که خون رسیم مختل میشه و پرفیوژن مختل میشه میره به سمت سکتهشی میره مغزی میره. یه حالت میتونه باشه که یک دست و پهلو کلن همیپارزیز بشه یا کلن کم حس بشه یا بره به سمت فلج، یک دست و پهلو فلج بشه که همیپلیجیا گفته میشه. بس سکته مغزی که از اختلالات خیلی شایع، خیلی خطرناک و خیلی هم در این حال نگران کننده و ناراحت کننده برای مریضایی که هایپرتنشن کنترل نشده یا فشار خون بالایی داره که کنترل نشده میتونه باشه. بعد سوال بعدی از یک دوست عزیز دیگه ما بود که راجب عادت ماهوار خانم ها پرسیدن که عادت ماهوار میتونه رو فشار خون تاثیر داشته باشه یا نه، این فشار خون میتونه بالا ببره یا پایین ببره. بله عادت ماهوار بحث سیکل تهیج یا منسترال سیکل که مطرح میشه به خانم ها به هر 28 روز، میفهمین که به خانم ها به هر 28 روز سیکل دارن به اسم سایکل تهیج. به سایکل اینا زایات دارن، بلیدینگ دارن، هموراژ دارن، خون زای میکنن. وقتی که خون زای بشه ما شما میفهمین که حجم خون میای پایین و
مقدار خون میای پین، مقدار خون به حجم خون که به داخل اویه کم بشه، اویه کم حجم بشه، مشخصا فشار خون میای چی پین. از این خاطر اگر متوجه باشین همیشه خانمایی که عادت ماهواره نامنظم دارن یا مثلا متروراژیا دارن همیشه از تابلت آهن برای خونسازی استفاده میکنن و در این حال همیشه از سردردی، سرگیجه، ضعف، کاهش دید، تاریکی، تغییرات رنگ، اینا به علت هایپوتنشن یا افت فشاره شکایت میکنن. ممنون از شما جناب دکتر صاحب گرامی که جوابات خیلی خوب، همه جانبه و مفیدی در قسمت سوالات اشتراک کننده های عزیز ما ارائه داشتین. جناب دکتر صاحب بزرگوار، باز هم ممنون شما هستیم بابتی که به برنامه تشریف آوردین. معلومات بسیار مفید و جامعی خدمت ما و بیننده های نهایت عزیز ما ارائه داشتین و در این قسمت به عنوان آخرین سوال میخواییم از شما بپرسم. کمره در خدمت شما هست جناب دکتر صاحب. پیام و توصیه شما میخواییم بفهمین، خصوصا برای افرادی که دارای بیماری فشار خون بالا هستند و شما به عنوان یک دکتر معالج پیام و توصیه شما چی هست برای از این افراد؟ اولا خیلی تشکر از دعوت شما به برنامه فوق العاده پر مخاطب، فوق العاده پر بیننده و همچنین آموزنده. در ثانی توصیه آخر برای مریضایی که هایپرتنشن دارن یا از فشار خون بالا شکایت دارن اینه که این مرض راحت قابل کنترل هست، میتونن با تغییراتی که بر روال زندگی روزمره یا بر روند زندگی روزمره ایجاد بکنن این مرض تحت کنترل بیارن. حالا فاکتور ریسک قبلا گفتیم، بحث رژیمای غذایی که پر کالری باشه یا پر چرب باشه، بحث افزایش استفاده از نمکیات، بحث کاهش فعالیت‌های فیزیکی، بحث افزایش وزن، اینا وقتی که محدود بشه، رژیم غذایی کم کالری بشه، میوه‌جات و سبزیجات زیاد استفاده بشه، نمک محدود بشه و فعالیت‌های فیزیکی بالا بره و در عین حال از رژیم‌های دوایی که تحت نظر یا زیر نظر دکتر متخصص بدون تجویز میشه اونم منظم و آن تایم استفاده بشه. بحث‌های مترمش گاهی وقت مریض میای از افزایش فشار خون به صورت غیر منظم به دکتر شکایت میکنه، در حالی که اگه تاریخش درست ازو گرفته بشه دوا خور به صورت نادرست استفاده میکنه، چند روز که احساس راحتی میکنه خودسر خود دوا قطع میکنه. دیگه آنن یک بار اگه فشار خون بره بالا ممکنه بره سری به سمت اختلالات بره و به امید زندگی سالم و پر از سلامتی و موفقیت برای همه. سپاس از شما جناب دکتر صاحب بزرگوار. ممنون از شما اشتراک کنندگان نهایت عزیز و به خصوص بیننده های نهایت گرامی ما که تا این دم ما را همراهی نمودن. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. قسمت دوم برنامه به پایان رسید، اما موضوع جالب و قسمت سوم برنامه که همانا گیاه درمانی باشه هنوز باقی مانده. با ما عزیزان همراه باشین. بعد از وقفه کوتاه با شما خوبان خواهیم بود. سلام مجدد خدمت همه عزیزان بیننده. در قسمت سوم برنامه طبیبان خدمت شما خوبان قرار داریم و طوری که به جریان هستید قسمت اخیر برنامه ما در رابطه به راهکارها و طب سنتی هست که در این برنامه نیز می‌خواهیم در رابطه به راه‌های تداوی یا دوایی گیاه درمانی و طب سنتی در مورد و پیرامون بیماری فشار خون بالا خدمت شما خوبان معلوماتی ارائه کنیم. جناب حکیم صاحب نهایت عزیز و همکار نهایت دوست داشتنی ما نیز در برنامه با ما حضور دارند. خدمت ایشان خیر مقدم عرض می‌کنیم. جناب حکیم صاحب بزرگوار سلام و وقت شما بخیر، امید که سالم و تندرست باشید. سلامت باشین، الله به شما اجر بده. خیلی زنده باشین، بسیار خوش آمدین به برنامه طبیبان. جناب حکیم صاحب بزرگوار اگر لطف کنین که در رابطه به راه‌های گیاه درمانی و ادویه‌های مختلف گیاهی که برای تنظیم و کنترل فشار خون و برای تداوی فشار خون بالا وجود داره اینا رو برای بیننده های عزیز ما معرفی بکنیم و فکر میکنم دمنوشی هم تهیه کردیم در این برنامه میشه که باز توضیحات در رابطه به این دمنوش خدمت ما و بیننده های عزیز معلوماتی رای کنیم تا ای که بیننده های عزیز ما بیشتر معلوماتی داشته باشند و در قسمت تنظیم و کنترل فشار خون از ادویه های مختلفی که موجود در خانه ها و عطاری ها هست استفاده بشه. از شما میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قدیسی بزرگوار، حاضرین معزز و بینندگان شبکه جهانی معراج، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مورد سؤالی که پرسیدین، متاسفانه یکی از امراض شایع در بین جامعه ها بیماری فشار خون هست. گرچه باور و دیدگاه طب سنتی به این هست که خود فشار خون بیماری محسوب نمیشه، از دیدگاه طب سنتی
فشار خون بیماری نیه، فقط علامت امراض میتونیم رو بگیم، یکی از علائم امراض. دلیل برای صحبت ما یا مثالی که واضح‌تر خدمت شما عزیزا بگم این هست که شما یک موتر فرض بکنین که داخل از او انواع آمپرها وجود داره، مثلا آمپر برای حرارت وجود داره، آمپر برای سرعت وجود داره. زمانی که یکی از این آمپرها بالا بره، مثلا آمپر حرارت خود ماشین موتر بالا بره، این به این معنی هست که ماشین موتر داغ آمده و به سبب داغ آمدن ماشین موتر در او زمان این آمپر بالا رفته. راه رفع از اینه که شما اصل را از بین ببرین، یعنی علت را از بین ببرین، یعنی مشکل از خود آمپر نیست بلکه مشکل از ماشین موتر هست. شما اگر خواسته باشین که یعنی کنترل کنین، فقط کنترل همینه که یک امبور بر میدارین آمپر پایین نگه میدارین، به محض از اینکه شما امبور بر دارین پس دوباره آمپر بالا میره، چون شما اصل را از بین نبردین. زمانی که شما اصل را از بین ببرین خود به خود، یعنی زمانی که شما ماشین موتر کوشش کنین که سرد بسازین، خود به خود آمپر موتر پایین میآید، خود به خود آمپر حرارت پایین میآید و نیازی به اقدام دیگه ای وجود نداره. به همین خاطر طب سنتی که هست، به خاطر که گیاه ها رو وقتی ما توضیح میدم، میکانیزم تأثیر گیاه ها به عوامل فشار خون ارتباط داره، به او خاطر ما باید عوامل رو توضیح بدم که شما واضح تر متوجه بشین که فشار خون از چه دواهای گیاهی استفاده بکنین. در طب سنتی یکی از عوامل عمده فشار خون امتلا میدانن یا پوری، زمانی که رطوبات در بدن زیاد بشه، حالا چه این رطوبت دموی باشه یا رطوبت بلغمی باشه در بدن، به هر دو علت زمانی که این به وجود بیایه فرط فشار خون به وجود میایه، یعنی افزایش پیدا میکنه فشار خون. و عوامل دیگری هم داره مثل سدد، بندش ها، سده ها، زمانی که در عروق اتفاق بیفته باز این میتونه که سبب بشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه. هدف از سده چی بود؟ سده یعنی بندش، مسدودیتی که در عروق به وجود بیاد. حال زمانی که این مسدودیت میتونه به علت شحم باشه، چربی، میتونه به علت مثلا تسلب شریان باشه که شریان ها سخت شده باشه، این قبضات شریانی اتفاق بیفته، به هر علتی که باشه سده ایجاد بشه، داروهای جداگانه ضرورت داره. گیاهی که در اینجا وجود داره، گیاه برای تنظیم فشار خون و رفع مشکلات و عوامل فشار خون زیاد هست. در اینجا ما یک تعدادی را آوردیم که جزء مهم ها هستن. یکی برگ زیتون هست. برگ زیتون بسیار تأثیر خوبی داره که به صورت دمنوش استفاده بشه. یک قاشق از این داخل یک لیوان آب به مدت 10 تا 15 دقیقه دم بکشه و شخص استفاده بکنه، برای فشار خون بسیار مؤثر و مفید واقع میشه و فشار خون رو کاهش میده. بیشتر در هر دو فشار خون تأثیر داره و فشار خونی که سبب چربی در او باشه، یعنی سده ایجاد شده باشه، به او هم تأثیرات خیلی خوبی داره. و فشار خون گرم هم تا حدی تأثیر داره و فشار خون سرد بسیار سری تأثیر میکنه. و اینجا گیاه دیگری وجود داره به نام چای سفید. این هم یکی از گیاهان دارویی به خاطر فشار خون هست. فواید دیگری، هر کدام از این گیاه که توضیح میدم فواید دیگری هم دارن، یک بخش اونها برای فشار خون هست. از این گیاه به خاطر فشار خون استفاده میشه که کاهش دهنده فشار خون هست، تأثیرات خیلی خوبی برای سیستم بولی هم داره و مدر هم هست، ادرارآور، رطوبات امتلاء کاهش میده، رطوبات از بدن دفع میشه. در عطاری ها پیدا میشه از این چای سفید؟ در عطاری ها همه همین گیاه هایی که توضیح میدیم الحمدلله وجود داره. و گیاه دیگر اینجا ما داریم به نام بهلیمو. این گیاه به علت خاصیت مدر بودن که داره، ادرار آوری که داره، سبب کاهش امتلا و پوری در بدن میشه. زمانی که مایعات و رطوبات در بدن مقدار زیاد ذخیره بشن، این گیاه به علت ادرار آوری، حالت دیوریتیک که داره، این میتونه که فشار خون بسیار فوری و سریع کاهش بده. و همچنان این برای فشار خون سرد خیلی مؤثره، به خاطر که آرامش اعصاب ایجاد میکنه. بعضی ها هستن قدسیس بزرگوار نمک استفاده نکردن، یعنی شوری از لحاظ غذایی رعایت کردن، ولی فقط یک تشویش ساده به اینا ایجاد بشه فشار خون اینا افزایش پیدا میکنه. این گیاه برای او افراد هم بسیار مؤثر و مفیده. و یک گیاه دیگه ما داریم، اینجا یک بذره هست که در افغانستان ما و شما از این خیلی زیاده
به نام تخم شد معروفه، در اصل به نام تخم شوید در کتاب ها ذکر شده که یکی از بهترین داروها به خاطر درمان فشار خون سرد هست. چرا بیشتر فشار خون سرد تکرار میکنم؟ چون بیشتر خانم ها به علت مزاج سرد فشار خون سرد دارن و بیشتر آقایان به علت مزاج گرم فشار خون گرم دارن و بیشتر در جامعه ما بیشتر فشار خون سرد رایج هست. در تمام دنیا میتونه باز به افغانستان بیشتر. از این گیاه هم یک قاشق مربا خوری مثل چای دم بشه و 15 دقیقه دم بکشه، انشالله استفاده بشه، فوق العاده موثر و مفید واقع میشه. در اینجا ما یک بذر دیگه داریم به نام سیاه دانه یا حبت السودا. این سیاه دانه حدیث شریف هم میگه حبت السودا شفاء لكل داء الا الصام. سیاه دانه به هر درد شفا به جز مرگ، فقط مرگ ارتدوی کرده نمیتونه. خیلی دوای موثر و مفیدیه. تحقیقات خیلی زیادی هم از لحاظ پزشکی روز هم روی از سیاه دانه میشه. ترکیبی از سیاه دانه به همراه عسل فوق العاده موثر واقع میشه برای درمان فشار خون. سیاه دانه خاصیت متوسع کردن عروق داره، رگهار متوسع میسازه و در این حال رقیق کننده خونم هست، یعنی غلظت خون کاهش میده. شما یک واحد سیاه دانر با سه واحد عسل مخلوط کنین، یک قاشق صبح و شب استفاده بکنین، بسیار برای فشار خون مؤثر و مفید واقع میشه و بر علاوه از این فواید خیلی زیادی هم داره. تا اینجی متعلق به فشار خون سرد بود و در از این به بعد سه نوع گیاه دیگه که اینجا آوردم اینا باز به فشار خون نوع گرم خیلی تاثیر فوق العاده بیشتر در نزد مردها اتفاق افتاده. بله. گیاهی که اینجا وجود داره خارخاسک به علت طبیعت سردی که داره و حالت مدر بودن که داره بسیار مفید و مؤثر برای فشار خون گرم هست و اینجا یک گیاه دیگه که ما دمنوشی را آماده کردیم، رنگ خیلی زیبایی داره و طعم ترشی داره، چای مکی هست. چند تا نام داره، چای مکی میگن، چای قرمز یا چای سرخ میگن و چای ترش هم به یاد میشه. این گیاه در بازار در عطاری ها هم موجود هست. از این به مقدار یک قاشق داخل یک لیوان آب جوش ریخته بشه برای فشار خون تاثیر فوق العاده داره. اگر داخل آب سرد ریخته بشه با چربی خون خیلی موثرتر واقع میشه. اگه کسی فشار خون نداشته باشه حکیم سه وزی استفاده کنه چی مشکل داره؟ اگر همراه از این عسل هم مخلوط بشه باز میتونه که فشار خون رو منظم بکنه، یعنی فشار خون بالا رو تنظیم بکنه، کاهش بده فشار خون پایین رو هم به علت موجودیت عسل و شیرینی. خاطر یه گفتم که بعد از برنامه ما بتونم از این دمی استفاده ان شاء الله. بله قطعا خیلی خوبه. اتفاقا عسل رو هم همزمان ما داریم. یک گیاه دیگری که اینجا وجود داره، بذری که وجود داره یا میوه‌ای که میتونیم بگیم وجود داره، میوه سماق هست. سماق هم در کوهستان‌های ما و شما و در باغ‌های ما و شما وجود داره و این خاصیت تصفیه کننده و رقیق کننده خون داره و میتونه به هم برای انسدادها مفید باشه و هم برای چربی‌ها، کلسترول و تریگلیسیرید خون میتونه خیلی موثر و مفید باشه. و کوشش بکنین یک ترکیب دیگه هم به شما میگم، اونم آماده بکنین به خاطر فشار خون نوع گرم. آقایان بیشتر از این استفاده بکنن، خانم‌ها هم میتونن از این استفاده بکنن. ترکیبی هست از دو واحد عسل و دو واحد عرق نعنا و یک واحد سرکه طبیعی انگور. اینا رو با هم به مقدار که توضیح داده شد مخلوط میکنین، یک سوم لیوان با دو سوم لیوان آب مخلوط میکنین و دو تا سه بار در روز استفاده میکنین، فوق العاده مؤثر واقع میشه. و آخرین نکته هم که قدیسی صاحب بگم، در مبحث کنترل فشارهای اورژانسی خیلی مؤثر حجامت واقع میشه که به شرطی که به طریقه صحیح و روش درست طب سنتی انجام بشه میتونه مؤثر واقع بشه. حجامت عام بین شانه ها انجام میشه، در بین کتفین انجام میشه، حجامت دو تا سه مرحله انجام بشه، برای خانم ها با فاصله یک ماه و برای آقایان با فاصله دو هفته میتونن انجام بدن. یک حجامتی هم که وجود داره در قسمت ساقین، در قسمت ساق پا انجام بشه فوق العاده مؤثر واقع میشه. حتی درای کاپینگ یا بادکشی هم که در ناحیه ساق پا انداخته بشه فشار آنن، یعنی شما فشار خون رو وقتی چک میکنید در همون زمانی که آله فشار نصبه شما در همون زمان ساکشن در ناحیه ساق پا وصل کنید، فشار خون فورا کاهش پیدا میکنه، یعنی قدر سریع تاثیر میکنه. ممنون از شما جناب حکیم صاحب بزرگوار. بیننده های عزیز، همونطور که دیدید معلومات خیلی جالب و معلومات خیلی مفیدی جناب حکیم صاحب بزرگوار در رابطه به
راهکارهای گیاهدرمانی برای درمان بیماری فشار خون بالا خدمت ما و شما عزیزان پیشکش کردن. ما که واقعا استفاده کردیم از معلومات مفید جناب حکیم صاحب، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته بشه. و در اخیر نکته بسیار مهم در قسمت استفاده از داروهای گیاهی ای هست که کوشش کنین با مشوره یکی از دکتران یا حکیم صاحبایی که معلومات کافی در رابطه به این انواع گیاه‌ها داشته باشند این دارو رو استفاده کنین، چون که استفاده بیمورد و بدون مشوره خود حکیم باعث میشه که اختلالات دیگری نزد شما عزیزان ایجاد بکنه. عزیزان خوب برنامه طبیبان، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های طبیبان در این هفته. تا برنامه دیگر و طبیبان دیگر که در خدمت شما خوبان قرار میگیرم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. الله حافظ و نگهدار همگی. این برنامه با همکاری تلویزیون معراج و انستیتیوت علوم سیحی میلاد نور راه گشای مسیر تعالی برای شما تقدیم شد.